سلام به شما. جمعی از فعالان زن چندی پیش منشوری نوشتن و یک سری مطالبات رو مطرح کردن. پس از اون جمع دیگری از فعالان زن دوباره اون منشور رو مقداری بازنویسی کردن و به نام یک قدم عقب نخواهیم رفت منشور رو منتشر کردن که اول در بیدار زنی منتشر شد. درباره یکی از سرفصل‌های منشور که در حوزه مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی نوشته شده این مطالبات، امروز با دکتر نیره توحیدی یک گفتگویی داریم و کمی دکتر نیره توحیدی رو معرفی میکنم برای کسانی که ایشون رو نمیشناسن. ایشون استاد و رئیس سابق دپارتمان جنسیت و زنان و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی در دانشگاه کالیفرنیا نورتریش بودند و هستند و ازشون الان دعوت میکنم که تشریف بیارم و با هم دیگه گفتگو کنیم. خانم توحیدی، خوش اومدین. سلام بر شما، درود بر شما و سلام بر همه دوستانی که ما رو میشنون و میبینن. بریم سراغ سوال اول. از شما میخوام بپرسم که به نظرتون نقص اساسی یا نقص‌های اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی در حوزه مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی چی؟ خب خیلی خلاصه بخوام بگم، در واقع نقصای خیلی مهمی هست، به خاطر اینکه بنای جمهوری اسلامی اساساً دموکراتیک نبوده. همیشه از همون اول یک کشمکشی بود بین اسلام و جمهوریت، یعنی این تناقض که حکومتی یک ایدئولوژی مبتنی بر تبعیض داشته باشه و در این حال جمهوریت مردم رو نمایندگی کنه، از در بطن این حکومت بوده و مشارکت هم بنابراین چون بر اساس شهروندی برابر هستش که میتونه امکانات برابر فراهم کنه برای مردم، برای آحاد شهروندان و ملت، در اینجا همش نقص شده. یعنی اصولا مفهوم شهروندی به معنای مدرن و دموکراتیک اون هیچ وقت در این حکومت 43 ساله نه اجرا شده، نه تبیین شده، نه در قانون انواع تناقض ها وجود داره که این رو همش نقص میکنه. یعنی ما حداقل 5 مبنای تبعیض داریم در این حکومت که نمیگذاره شهروندان فرصت مشارکت برابر داشته باشن. اولینش جنسیته. بر مبنای جنسیت زنان عملا در قوانین و در امکانات مشارکت، درسته که رأی میتونن بدن که حالا در اساس شهر حتی این رو هم میتونستن پس بگیرن از زنان ولی نگرفتن. خوشبختانه توازن قدرت در جامعه به خصوص بعد از انقلاب جوری بود که این کارها رو نمیتونستن بکنن، ولی کارهایی که به تدریج کردن و هی اومدن جلوتر تا این انتخابات آخر که کاملا دیگه مهندسی شده بود، آنچنان که دیگه جمهوریت منتفی شد به طور کامل، ولی به تدریج اولین کسانی که حقوق شهروندیشون نقص شد زنان بودن که میتونستن رأی بدن، در اگه به خصوص منظور شما مشارکت سیاسی باشه، ولی نمیتونستن در همه حوزه ها انتخاب بشن، به خصوص در حوزه هایی که قدرت اصلی رو داشت، مثل نهادهایی مثل شورای نگهبان، مثل مصلحت نظام، مثل ولایت فقیه، مثل رئیس جمهوری. اینا همه مردانه بوده. خب و بعد حالا در همه عرصه‌های دیگه هم هست، ولی چون شما دارین روی مشارکت سیاسی تکیه میکنین، من محدود میکنم بحثو به اونجا. مبنای بعدی به اصطلاح تبعیض، قومیت و اتنیسیتی بوده و تفاوت‌های مذهبی، و چون خیلی از اقوام ما در این حال تفاوت‌های مذهبی هم دارن، یعنی یک جور تقاطع هست بین تبعیضات قومی و تبعیضات مذهبی. خب
در ایران مبنای به اصطلاح امتیازات، به خصوص امتیازات سیاسی، مسلمان بودن و آن هم شیعه بودنه، و تازه اونم کافی نیست، التزام به ولایت فقیه. یعنی ببینید چند تا مبنا اینجا گذاشتن برای مثلا تبعیض گذاشتن. در نتیجه مشارکت سیاسی کافی نیست، حتی شما مسلمان باشید، بایستی که شیعه هم باشید و تازه به ولایت فقیه هم التزام داشته باشید. یعنی مبنای حتی ایدئولوژیک داره تبعیض هایی که در این نظام وجود داره. پس سه تا ما مبنا رو گفتیم. مبنای بعد مذهب را هم که گفتم، مذهب شیعه اثنی‌عشری تمایز داره، به اصطلاح تقدم داره و گاهی حتی الزامیه برای یک سری مقامات و اشتراک سیاسی. فقط در رأی دادن که شما میتونید هر کسی باشید، اما به خاطر اینکه اون رأی رو احتیاج دارن، ولی اینکه خودتون رأی بگیرین، انتخاب بشین، کلی این مبانی تبعیض هست. و یکی دیگه از مبانیش خود روحانی بودنه، یعنی یه نوع مبنای طبقاتی قشری هم اینجا، کدوم قشر اجتماع هستید و چه طبقه هستید هم امتیازاتی داره در مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی که بقیه ندارن. یعنی روحانیت دادگاه ویژه خودشو داره، امتیازات ویژه خودشو داره و اصلا شده یک، و به همین هم میگیم تئوکراسی، یعنی حکومت دین سالاران، نمایندگان دین، اونهایی که ادعا دارن متولی دین هستن. خب به همین دلیله که اینا اولین مثالهاییه که من به عنوان تفاوتهایی که شما سوال کردید، نقایصی که سوال کردید، میتونم اسم ببرم که دیگه بیش از این نمیخوام وقت بگیرم. حالا بگذاریم از کلی مسائل دیگه، اصلا خود مفهوم شهروندی، ببینید در حکومتی که اساسش ایدئولوژی شریعت باشه، اساسا حتی ملت مفهوم بی اهمیتیه. معروف هست که آیت الله خمینی گفت که دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلق است. یعنی اصلا این رو یه فریب میدونه، یعنی اصولا تعلق ملی مطرح نیست، مهم نیست برای این ایدولوژی، مهم امت مسلمانه، امت شیعه. یعنی ما اینجا دیدگاه ایدولوژی که نظام بر مبنای یک ملت و دموکراسی نیست، بر مبنای امت و بیعته. یعنی شما باید بیعت کنین به ولایت، و خود این یک نوع سقارت دادن به ملت، یعنی ملت رو صغیر میدونین، ملت ولی لازم داره، شما باید به اون ولی تبعیت کنین، بیعت کنین باش، و به قول خودشون این خودش یه نوع دموکراسیه دیگه. اگر اکثریت به شما بیعت میکنن، حکومت اکثریت رو داریم، در حالی که ما دموکراسی رو اینطوری تعریف نمیکنیم. یعنی دموکراسی نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شهروندی و حقوق برابر شهروندی نیست. من روی این کلمه شهروندی که یک مفهوم مدرن و ضروری برای یک حکومت دموکراتیک هست تکیه میکنم، که مشکل اصلی ماست. مرسی. به نظر شما مهمترین مطالبات فمینیست ها در این حوزه، در حوزه مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی، باید چی باشه؟ به نظر من فمینیسم لازمش برای اینکه پیاده بشه نظام ارزشی و اصول فمینیسم به معنای یعنی فرصت های برابر در همه عرصه ها، یعنی فمینیسمی که اینترسکشنال، تقاطعی، در هم تنیدگی مبانی قدرت رو متوجه هست و رسیدن به یک جامعه رو طلب میکنه که در توزیع این مبانی قدرت، ثروت، امکانات به اصطلاح بیان، آزادی بیان، امکانات، یعنی اون
بُعد آزادی ها و بُعد دسترسی به منابع، فرصت ها، فرصت هایی که بتونه یه انسان استعدادها و علایق و خواسته های خودش رو برآورده بکنه برای زن و مرد و همه گروه های جنسی و جنسیتی و همه طبقات و همه اتنیک ها و همه شهروندان برابر باشه. یعنی بدون این فمینیسم نمیتونه کاملا پیاده بشه. حالا میتونه یه سری از خواسته های فمینیستی برآورده بشه در یه حدی در انواع دموکراسی، چون دموکراسی هم یک پروسه است و درجه های مختلف داره. ما دموکراسی ایدئال کاملا اون چیزی رو که آرزومونه نداریم هنوز، ولی بعضی از کشورها خیلی نزدیکتر شدن به اون ایدئال های دموکراتیک، بعضی ها خیلی دورن و بعضی ها اصلا ضدیت با اون دارن، مثل حکومت طالبان و خیلی از میشه گفت که تا حد زیادی هم و خیلی تا حد مشابهی حکومت جمهوری اسلامی. بنابراین فمینیستا قبل از هر چیز حقوق مساوی شهروندی میخوان، بدون توجه یا به رغم تفاوت‌های جنسی و جنسیتی، تفاوت‌های اتنیکی، تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های طبقاتی و غیر. این به اصطلاح اصل اساسی اون چیزی که فمینیست‌ها می‌خوان، رهایی از سلطه، جنس به اصطلاح شهروند درجه دو نبودن، همون حقوق شهروندی رو داشتن که مردها دارن و رهایی از خشونت. چون اینا مسائل مهمیه که در تقریبا مشکلات جهانی زنان هستش که در تاریخ ستم شده بهشون، جلوگیری شده از شکوفا شدن استعداداشون، عقب نگه داشته شدن در علوم، در سیاست، در حوزه‌های فرهنگی و هنری، در به اصطلاح خلاقیت های علمی، همه اینا و حوزه هایی بوده که زن ها عقب نگه داشته شدن و اساسش از به اصطلاح نبودن یک سیستم سیاسی و قانونی حقوقی بوده که زن ها ازش از فرصت های برابر محروم بودن. باز اینم به عنوان یک جواب خیلی مختصر. خب باشه، در منشوری که فعالین حقوق زن نوشتن و راجبش حرف زدیم، تو این حوزه مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی چند تا مورد رو ذکر کردن. یکیش حق تعیین سرنوشت، حقوق اجتماعی و سیاسی برابر برای تمام شهروندهاست. یکی حق انتخاب نوع پوشش، تشکیل احزاب، سندیکاها و تشکل‌های مختلف. یکی سهم برابر جنسیتی برای تمام مردم و حق استفاده از مدارک هویتی برای همه است. به نظر شما در یک جامعه ایدئال کشور پسا جمهوری اسلامی، آیا این موارد کافی هستند برای اینکه در حوزه مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی ما در کشورمون داشته باشیم؟ خب البته من جامعه ایدئال صحبت نمی کنم. من از چون نمیدونم اون جامعه ایدئال چی هست و برای هر کسی ممکنه فرق کنه، من از یه جامعه دموکراتیک صحبت می کنم که درش مردم حق انتخاب دارن به طور مساوی، یعنی حقوق شهروندی مساوی دارن و ارکان اصلی دموکراسی برقراره. ارکان اصلی دموکراسی هم از دید من، اگه بخوام اینجا زیاد وقت نگیرم و خیلی خلاصه بگم، نظامیه که یعنی نظام مردم سالاره، یعنی مردم قدرت اصلی رو به دست دارن و این مردم هم خب تودوار که معنی نداره، مردمی هستند که در از طریق احزاب مختلف و قوه، سه قوه تفکیک شده از هم، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضایی، حرفاشون، خواسته هاشون، مطالباتشون مطرح میشه، یعنی از طریق نمایندگان انتخابیشون در مجلس قانونگذاری، در مجلس شورا، در پارلمان
و از طریق انتخابات چرخشی استخدام میکنن نماینده هاشون رو در دولت، یعنی مثلا ریاست جمهوری یا نخست وزیری، اینا میشن در خدمت مردم برای اجرای خواسته ها و مطالبات و نیازهای مردم، که این مقامات هم حتما باید دوره‌ای باشن، قدرتشون دائمی و مادام العمر نباشه، موروثی هم نباشه، چون همه اینها فساد ایجاد میکنه، همه اینها قدرت رو در دست یک عده محدود میکنه و ما میدونیم که قدرت زیاد و قدرت مداوم، قدرتی که مسئولیت پذیر و اون آدم دائما در حال ارزیابی شدن و کارش رو اگر خوب نیست اون رو از قدرت برکنار کردن، اینها اگه این حقوق رو مردم نداشته باشن دوباره یک نوعی دیکتاتوری و استبداد حاکم میشه. بنابراین اینها رو من ضروری میدونم برای یک حکومت دموکراتیک، یعنی اون مثلا ارکان اصلی دموکراسی که وجود اون سه قوه، انتخابات آزاد و قدرت و مثلا حکومت چرخشی و مسئولیت پذیر و پاسخگو و مبتنی بر قانون، قانون اساسی که خود مردم مدون کردن، نه کسانی که ادعای نمایندگی خدا رو میکنن یا ادعای ژن برتر میکنن یا به خاطر ثروتشون و طبقه شون امتیازاتی دارن که اومدن و قدرت رو گرفتن. یعنی واقعا انتخاب آزاد و منصفانه و عادلانه در یک رقابت آزاد نبودن. خب اگر این مبانی نباشه و به خصوص وقت رکن چهارم دموکراسی، یعنی رسانه‌های آزاد، رسانه‌هایی که با اولیگارشی مالی، با نمیدونم کورپوریشن ها کنترل نمیشن یا با قدرت نظامی کنترل نمیشه، آزاده که آزادی بیان وجود داره، آزادی نقد، آزادی مثلا اینوستیگیتیو جورنالیزم میگیم، یعنی روزنامه نگاری تحقیقی و چالشی که بتونه دائما چک کنه سلامت اون حکومت رو و اینکه مثلا فساد، رشوه خواری و زیر پا گذاشتن منافع مردم و سوء استفاده از منابع کشور نشه و رضایت شهروندان اصل باشه و اگه اون کسی که انتخاب شده اینها رو اجرا نمی کنه برکنار بشه و کسی دیگه جاش رو بگیره. بنابراین رسانه های آزاد که نشانگر وجود یک جامعه مدنی قوی هست باز پایه مهم دموکراسی هستش، یعنی جامعه سیاسی دائما از طریق جامعه مدنی و سازمان های جامعه مدنی چک میشه، کنترل میشه و اون به اصطلاح ایده چک اند بالانس، یعنی توازن که همیشه یک وسیله هست برای اینکه چک کنن قدرت رو، نقد کنن و قدرت پاسخگو جوابگو باشه. و دموکراسی ضمناً حکومت صرفاً اکثریت نیست، ممکنه در انتخابات هم آزاد باشه، منصفانه هم باشه، اکثریت رأی بیاره، ولی اگر اون اکثریت مبانی حقوق بشر رو، مبانی حقوق شهروندی رو اجرا نکنه، حقوق اقلیتی که در قدرت اکثریت رو نداره ولی صداش باید باشه و حقوق اونها هم در نظر گرفته بشه، دموکراسی نیست، یا دموکراسی اکثریته، یا دموکراسی یعنی یک نوع جباریت و استبداد اکثریت تحمیل شده به اقلیت. یعنی به قول معروف این که یه دموکراسی نظر اکثریت رو تامین کنه که زیاد هنر نکرده، خب باید هم بکنه، ولی آیا اقلیت رو هم در نظر میگیره یا صدای اقلیت ها خفه میشه و اصلا نادیده گرفته میشن چون که مثلا نتونستن رأی اکثریت رو بیارن؟ اینا همه جزء اصول دموکراسیه، به خصوص اگه ما میخواییم دموکراسی، حالا انواع دموکراسی هم داریم، دموکراسی مستقیم داریم، شورایی داریم،
نمایندگی داریم، پارلمانی داریم، همه اینا انواع اقسام این هاست که ما نمیدونیم در ایران عملا به کدوم نوع از دموکراسی خواهیم رسید. ولی مهم اینه که این مبانی که بعد میگردی به مبانی لیبرالیسم، اینا رو درک کرده باشه جامعه و اجرا کنه، حداقلش. حتی اگه ما یک دموکراسی بخوایم از یه دموکراسی لیبرال فراتر بریم و یه به دموکراسی سوشیال یا سوسیالیستی هم برسیم، باز این اصول همپوشانی داره با هم دیگه. یعنی حداقل هاست برای واقعا یه دموکراتیک بودن سیستم. برای همین من برام روشن نیست که در این منشورهایی که تا حالا در اومده، چه منشوری که به عنوان حداقل مطالبات زنان مطرح شده، چه منشوری که از طرف 20 تشکل و تشکل مدنی و تشکل صنفی که در اومده و همه اینا هم بسیار شخص منو و میدونم خیلی ها رو خوشحال کرده، برای اینکه استقبال ما میکنیم همگی و باید بکنیم به نظر من، و منم معمولا اگه بیانیه بوده امضا کردم و حمایت کردم از این منشورها، ولی در این حال نقد هم دارم مثل خیلی ها به اینها و این ناروشنایی هایی که در این ها وجود داره. مثلا شما گفتید که مدارک همه بتونن مدارک هویتی داشته باشن. من نمیفهمم منظور از این چیه، اصلا منظور از مدارک هویتی چیه، چون توضیح داده نشده. یا اینکه یه لغت دیگه هم گفتید، مشار گفتید سهم جنسیتی، باز من این رو درسته این لغت رو گفتید در صحبتتون؟ گفتید بله، سهم جنسیتی برابر برای همه ذکر کردم. خب این روشن نیست منظور چیه، آیا میخواد بگه که بر اساس تفاوت‌های جنسی و جنسیتی یا گرایش‌های جنسیتی یا هویت‌های جنسیتی ما نباید هیچ نوع تبعیضی بذاریم؟ بله بسیار خوب، ما با این موافقیم، یعنی من حداقل موافقم، یعنی هیچ نوع تبعیضی بایستی برای دسترسی به منابع، دسترسی به قدرت، دسترسی به مشارکت سیاسی، به ابراز به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای غیره نباید باشه در به خاطر تفاوت‌های گرایش‌های جنسی یا عقاید مذهبی، یعنی آزادی مذاهب و آزادی نداشتن مذهب، هر دوی اینا باید بیاد. یعنی خب همه این منشورها یه سری مسائل رو مطرح کردن که خیلی خوبه، و به خصوص چیزی که منو خوشحال میکنه خود شکلگیری این سازمانهای مدنیه. یکی از مشکلات ما و کمبودها در نظام استبدادی جمهوری اسلامی اینه که اصلا اجازه تشکلیابی برای جامعه مدنی نمیده، میخواد جامعه تودوار باقی بمونه، همون رمعی فقط بیعت کنه، هر بار انتخابات میشه بیاد و به اون انتخاباتی که به میل قدرت از اول چیده شده، مهندسی شده و فقط کسانی که اونها میپسندن رو از اون تسویه های سیاسی رد شدن و به اصطلاح فقط مونده یه انتخاب بین بد و بدتر برای دیگران، این واقعا انتخابات آزاد نیست و این شهروندی نیست. برای همینه که مشکل ما داریم حتی اینه که بیاییم تشکل پیدا کنیم که حقوق شهروندی رو مطالبه بکنیم، حقوق زنان رو مطالبه بکنیم، حقوق کارگران، معلمین، دانش آموزان، دانشجویان، اصناف مختلف، مثل تبعیضاتی که علیه اتنیک ها، گروه های اتنیکی، گروه های مذهبی میشه، اینا رو بخوایم مطالبه کنیم، اعتراض کنیم، پیشنهاد بدیم که چجوری باید درسته، همه اینا رو جلوشو میگیرن. اصلا فعالیت مدنی یه جور جرم انگاری شده براش، انگار که هر کس، یا حزب درست کردن. خب در یه دموکراسی هر کسی حق داره حزبی درست کنه و تو اون حزب بیاد بر اساس ترجیحاتش، ایدولوژیش یا هرچی مطالبه داشته باشه، ولی همه اینها در جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی ممنوع شده و
مکافات پیدا کرده، زندان میفتن خیلی ها. رسانه ها آزادی لازم رو ندارن و غیره. بنابراین این خواست ها حداقل هایی که البته که لازمه ولی محدود هنوز. چیزی که من کمبودی که میبینم در منشورهایی که تا حالا اومده بیرون اینه که مبانی به مبانی دموکراسی اصولا کم بها داده شده. اصلا کمتر کلمه دموکراسی به کار حتی میره در این منشورها. در مخصوصا منشور 20 تشکل یک بار هم کلمه دموکراسی انتخابات آزاد نمیاد. این خیلی آدم رو نگران میکنه. مثلا صحبت از شورا میشه. خب شورا به تنهایی علامت دموکراسی نیست. در جامعه شوروی هم اصلا کلمه شوروی مثلا کشور شوراها. خیلی شوراها بودن ولی استبداد بود. تک حزبی بود. تک ایدئولوژی بود. پلورالیسم وجود نداشت. همه چی تحت کنترل یک حزب بود. آیا ما یه همچین سیستمی میخواییم؟ به صرف این که شوراییه؟ خب شورا در دموکراسی هم وجود داره. سیتی کانسل، شوراهای شهری، شوراهای محلی، شوراهای کارگری باید هم وجود داشته باشه. ولی در این حال ما اتحادیه ها داریم، سندیکا ها داریم. اینا روشن نیست. انگار که ببینید بعضی ها میخوان برن به عقب برگردن به یک حکومت سلطنتی و غیر انتخابی، مادام العمر، موروثی، که خب معمولا هم این موروثی یعنی از پدر به پسر، یعنی یک سیستم پدر سالار. خب اینا باید روشن بشه. اینا همه نگرانی های کسانی که دموکراسی میخوان هست. یعنی اگر ما شعار اصلی و محوری این جنبش زن زندگی آزادی هست، که به نظر من بسیار شعار عمیق و همه شمولی هست، همه چی رو در بر میگیره، ولی باید مبانیش مشخص بشه. این شعار رو اگه میخواییم هممون اجرا کنیم، آزادی، خود زندگی، ضرورت‌هایی که زندگی نرمال و خوشبخت و سالم و رضایتمند رو حاصل میکنه چیه، اونا رو باید مشخص کنیم. و زن که میگیم یعنی یکی از اون گسل‌های اصلی که جنسیته. و به نظر من همیشه در نوشته هم گفتم جنسیت اون نقطه کور دموکراسی و توسعه و پیشرفت و رهایی هستش. یعنی به نظر من جنبش فعلی ما، جنبش زن زندگی آزادی، اصلا یک جنبش رهایی بخشه. رهایی از انواع ستم هاست، رهایی از یه نوع کلونیالیسم یا استعمار درونیه. یعنی واقعا یه گروهی انگار جامعه رو اشغال کردن، چون ملت که به ملیت و منافع ملی که اهمیت نمیدن. وقتی میگن سوریه برای ما حتی مهمتر از خوزستانه یعنی چی؟ یعنی ما امت شیعه است. حالا این امت شیعه در هر قلمرو مرزی که باشه مهم نیست. بنابراین ما حاضریم حتی بریم بجنگیم، کشور رو دچار مثلا این تحریم ها و امثال این ها بکنیم، مسئله اصلیمون هم پروژه هسته‌ای باشه، حتی اگه کشور به جنگ و به محرومیت اقتصادی و ورشکستگی اقتصادی برسه، چرا که ما دنبال اون مثلا گسترش امتمون هستیم، هژمونی امت شیعه بر سایر مثلا تعابیر اسلامی، بر سنی و غیره هستیم. اگه اون هدف، خب دیگه منافع ملی این وسط از بین رفته و در نتیجه مسئله امر دموکراسی برای ما حیاتی میشه اون وقت. چون دموکراسی یعنی این که با ملیت رو به رسمیت بشناسیم، منافع ملی رو به رسمیت بشناسیم و در چارچوب قانون و اون قرارداد اجتماعی، کانترکتی که تعهد و عقدی، عقد و پیمانی که بین مردم برقرار شده تحت یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک، بتونیم یک کشوری بسازیم که مثلا همه نمایندگی بشن در قوانین اساسی اون و منافع همه در نظر گرفته بشه. خب اینا باید
توضیح داده بشه در این منشورها. حتی اگه منشور فقط زنان هست، زنان هم جدا از مردان و جدا از مبانی دیگر قدرت، یعنی طبقه، قوم و به اصطلاح منافع ملی، جنسیت، گرایش‌های جنسی، هیچ کدوم اینا نیست. یعنی هویت‌های مختلف در هم تنیده میشه برای زنان هم. اما در این حال به خاطر اینکه زنان نیمه حتی بزرگتر جامعه بودن که سالها و قرنها نه فقط در این جمهوری اسلامی، به اصطلاح جمهوری اسلامی، بلکه در قرنها بوده که ستم شده بهشون، حاشیه بودن، تحت سلطه بودن، فرصت اصلا تحقق استعداداشون رو نداشتن. خب برای همینه که خیلی توجه ویژه باید بشه به این نیمه بس نادیده گرفته شده جامعه. یعنی برای همین هم هست که شعار زن زندگی آزادی اینقدر مهم میشه و آزادی برای واقعا هر دفعه به صورت یه شعار باقی مونده. در انقلاب قبلی که اینطور شد، آزادی اصلا قربانی شد خیلی زود. در همون بهار آزادی اول نصف جامعه آزادیش قربانی شد که زنان باشن، بعد گروه گروه به دلایل مختلف. فقط موند آزادی گروه شیعه طرفدار ولایت فقیه که بله با همدیگه آزادانه رقابت کردن و دعوا کردن و بعد بین اصلاح طلب، اصولگرا و اینا این کشمکش ها وجود داشت، ولی همه بقیه حذف شدن. در همینه که من فکر میکنم یه اشکال کلی در این منشورها که هنوز مطرحه اینه که روی آزادی و پیاده کردن عملی آزادی که از طریق دموکراسی ممکن میشه تکیه لازم نشده. ممنونم نایره توحیدی، مرسی که کنار ما بودین و با هم دیگه گفتگویی کردیم. خیلی ممنون از شما.